پیغمبر اکرم می‌فرماید هر کس اذیت کند یه مؤمنی را ولو با یک کلمه حرف، با یک کلمه حرف یه مؤمنی را آدم اذیت کند. جاء یوم القیامه مکتوبا بین عینیه آیسا من رحمت الله. اگر با یک کلمه حرف یکی رو اذیت کنی، پیغمبر میگه فردای قیامت میارندت در حالتی که بین دو تا چشمات یعنی پیشانی نوشته شده این آدم مایوس از رحمت خدا. با یک کلمه یه خورده مؤدب کنید زبوناتون، یه خورده لجام بزنید. پیغمبر میگه المؤمن ملجام، آدم با ایمان دهنش لجام دارد، زبانش لجام دارد، اختیارش در دستش، آزاد نیست هر چه سر زبونش بیاد بگه. وای 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 از این زبان آزاد. یک نفر از علماء بسیار محترم تهران که از معارف است در میان بزرگان و مراجع، شخصیتی خیلی فوق العاده است، حضرت آیت الله آقای ها شیخ محمد تقی آملی، بسیار مرد با فضیلت کنارم هست و مرد تحفه‌ای. خیلی من به این مرد ارادت دارم، ایشون هم خیلی به من لطف داره زیاد. یادمه یه روز با یکی دوتا از رفقای بعاز تهران راجع به یک کاری خدمت ایشون بودیم، نشسته بودیم صحبت میکردیم. چون حرف من شروع کردم راجع به یه بابی فصل مرتبی شد، آخرش من از ایشون تقاضا کردم که یکی دوتا کلمه منو نصیحت کنی. بازم چی ریاد بگیرم؟ در دهونهای پاکینه ها، زبونهای پاکینه ها، نفسهای پاکینه ها، بعد از یه عمر در خانه دین خدمت کردن، خدا یه اثری گذاشته که ممکنه با یه کلمه حرف یه پیرمرد تحصیل کرده یه ملای با فضیلت دینی بتونه یه عمر منو عوض کنه. باید ازش تقاضا کنم یه دوتا کلمه حرف من بزن که من چیزی بشنوم، منم باید چیزی بشنوم، یاد بگیرم، عمل کنم، عوض کنم. نه تنها شما، منم تقاضا کردم ازش، یه چیزی یادم نمیاد. ایشون دو تا کلمه بیشتر به من نگفت، اما نمیدونید با من چی کرد. خیلی حرف مایه‌دار بود، مغزدار بود، جاندار بود، معنادار بود. خیلی چی بود؟ فرمود آقای کافی، اگر خواستی تقریبا در اداد مراجع آقای آمون، خیلی اهمیت برش قائلن علما، کتاب‌های علمی که نوشته عجیبه. آقای آملی فرمود، آقای کافی عرض کردم بله، فرمود اگر خواستی در دنیا و آخرت راحت باشی، غم و غصه نداشته باشی، هیچ وقت دست به مطالبی که مربوط به آبروی مردمه نزن. یعنی جلو زبون تو بگی، اینقدر آبروی مردمو نریزی، اینقدر با آبروی مردم بازی نکن، اینقدر با حیثیات مردم بازی نکنی. مگر مؤمن نیستید، مگر متدین نیستید، مگر مسلمان نیستید، هر چه سر زبوناتون میاد نسبت به برادران دینیتون نگوید. بسیار حرف پاکیزه. اگر خواستید در دنیا و آخرت راحت باشید، دست به مطالبی که مربوط به حیثیات مردم نزن. تا وقتی با همدیگر رفیقین که صد تو کتابت کاری همدیگر رو میپوشانین، اما وقتی به هم میزنین از همدیگر جدا میشین، چقدر تهمت به هم میزنین، چقدر دروغ نسبت به همدیگر میگین، چقدر با آبروی همدیگر بازی میکنین. شما مسلمانی، مسلمان اینجوره و مسلمانی اینجوره. بله تازه نوعاً وقتی هم در مقام عیب گویی و عیب جویی برایید، عیب دیگری رو میبینیم، از خودمون فراموش کردیم. از باب مثال بگم، همیشه میگد عجب همسایه بی تربیتی داریم ما، تا ساعتیه که بعد 12 شب هر شب یه عده رو تو اتاق جمع کرده به بو و به خند و داد و بیداد داره، نمیگذارد ما بخوابیم. هیچ وقت شد شما بگی عجب آدم بی تربیتی هستم من، منم دیشب
شب تا ساعت یک بعد از 12 شب یه مشتی رو جمع کرده بودم تو خانه سر و صدا میکردن، نگذاشتیم همسایه بیچارمون بخوابه. همش میگی همسایه نگذاشت ما بخوابیم، نمیگی منم نگذاشتم همسایه بخوابه. همش میگه عجب بچه های بیتربیتی دارد همسایه ما، چه به بچه هاشو نمیگی ها سنگ دادن شیشه های خانه ما رو شکستن. هیچ وقت نمیگی بچه منم بیتربیته. آقای همسایه معذرت میخوام، بچه ما سنگ داد شیشه خانه شما رو شکست. همش دیگران را میبینی، خودتو نمیبینی. از بس علاقه به خودت داری ها عیب خودتو عیب نمیداری. خیلی بس اگر یک وقتی یک برادری از برادران دینی یک کلمه حرف بهت بزنه خیلی درت اثر میکنه. اگر یه نیش زبانی داشته باشه در دلت خیلی اثر میگذارد. اما نشد یک دفعه بنشینی حساب کنی یک عمر من نسبت به برادران دینی و ایمانیم که این همه چرت و پرت گفتم آیا با دلهای اونها این زبان من چه کرده؟ فکر رو نکن. و اذا رأیت الناس یشتغلون به عیوب الناس فاشتغل انت به عیوب نفسک. علی جان وقتی دیدی مردم سرگرم به عیب هم دیگه هستن، تو سرگرم به اصلاح عیوب خودت باش. واعظی 313.ir